قسمت پشت سر ما رو که میبینین اینجا یک کلاب اسب سواری کابل جور شده. چی است پس؟ بسیار یک ذات خاص داره و بسیار هنوز سن 6 سال است. قزاقستانی است. قرغزستانی است یا قزاقستانی؟ چند سال شاید عمر داشته باشی؟ 8 سال. 8 سال است. خوب ده جان جور است نه؟ ای توقعی است که یک 10 سانتی دیگه می کلانتر شد. بله. اولیس. تو خواستین یک کلاب اسب سواری داشته باشین؟ اصلا اسب سواری خودش عمل سنت است. بله. و شوق اسب سواری را کل مسلمان ها دارن، مخصوصا مردم افغانستان. از اینجا تاریخچه بسیار قدیمی داره، بزکشی و دیگه بازی های اسب سواری. خب متاسفانه در افغانستان ما کلاب اسب سواری به خاطر آموزش اسب سواری نداشتیم. شاید بسیار جای دیگه هم بشنوین اسب سواری خودش یک شوق شاهانه است. بله. هر کس خوش داره که اسب یاد داشته باشه. این سایه رنوی را که میبینین تقریبا 10 سانتی ریگ انداخته شده. خب. و اسب بی بی آی پی ما و اسب ما که گفته چیز بسیار چیه اسب اسی مشکل چشم نکنمش ماشاءالله خوب است. پس گفتین لباس باید بپوشن، این لباس ها امینا است که بیادر ما پوشیده؟ بله بله، موزه باید با پایشان باشه به خاطر که پایشان رکاب اوگار نکنه. خب. و دستکش باشه قیزه دستشان اوگار نکنه. دیگه پتلون جبری نیست. و کلاه و چیزا رو هم تال دیزاین نشده برش همه باید باشن. یک رستورانت تندوری در نظر گرفتیم که هم یک چیز نو است افغانستان. خب. دیگه خوش داریم که مردم بیان اینجا با پول بسیار کم غذای با کیفیت طبیعی را نوش جان کنن و بعد از رفتن اگر خودشان بدان تشکری نکنن دلشان تشکری همه کنن. گفتین میخواین اینجا رستورانت هم جور کنین؟ رستورانت تندوری تمام چیز است، چای گرفته که در تندور باید دم شوه، نان در تندور باشه، تمام چیزا باید در تندور باشه، کل چیزش دیگه غذا هم خود بود. یاد خدا سلام هم وطنهای عزیز، شب روزتان بخیر. امید دارم هر گوشه دنیا که هستین جور و صحت و سلامت باشین. نیلوفر رحمانی هستم از چینل یوتیوب کابل شو در خدمت شما هم وطنهای عزیز. اعضای دل ما در شهر کابل هستم. قسمت پشت سر مرا که میبینین اینجا یک کلاب اسب سواری کابل جور شده. یک تعداد که علاقمند اسب هستن و علاقمند اسب سواری هستن، ولی متاسفانه نمیتونن که اسب سواری کنن. مشکل شما هم حل شد بخیر. اینجا کلاب اسب سواری است که میتونین بیاین و در اینجا آموزش ببینین اسب سواری را. بیاین که صحبت داشته باشیم در رابطه با این کلاب اسب سواری. چقدر وقت میشه که اینا فعالیت را آغاز کردن؟ چطور از مشتری دارن یا خیر از اسب هایشان دیدن میکنیم و در عموم درباره کلاب اسب سواری ما صحبت می داشته باشیم. ما فعلا در داخل کلاب اسب سواری هستیم، اینجا مسئولشان هم در کنار ما هستن. سلام، وقتتان بخیر. و علیکم السلام. خوب هستین انشاءالله؟ بخیر باشین. بخیر باشین. یک کوتاه خودتان رو برام معرفی کنین. عبدالوهاب امیری هستم، مسئول کابل کلاب. آقای امیری، من نمی‌فهمم چقدر وقت میشه شما فعالیت آغاز کردین. خب من فعلا براتون تبریک میگم. تشکر، زنده باشین. خوش اومدین. زنده باشین. تقریبا 3 ماه میشه که ما کار کلاب شروع کردیم. خب. هنوز افتتاح رسمی نشده. فعالیت آغاز کردیم. خب به دلیل از این کار زمستان است، برف است. بله. یک کمک واره مردم هم کم هستن و هنوز کس خبرم نداره به گونه درست که
کلپ اسب سواری ساخته شده. دیگه انشالله اعلامای عمل بسیار چیزایی است که در پلان است. انشالله بخیر. تو خواستین کلپ اسب سواری داشته باشین؟ اصلا اسب سواری خودش عمل سنت است. بله. و شوق اسب سواری را کل مسلمان ها دارن، مخصوصا مردم افغانستان. از اینجا تاریخچه بسیار قدیمی داره، بزکشی و دیگه بازی های اسب سواری. خب متاسفانه در افغانستان ما کلپ اسب سواری به خاطر آموزش اسب سواری نداشتیم. دیگه مفکوره باعث شد که چرا باید یک کلپ نداشته باشیم. بله. جایی که مردم بتوانن اسب سواری را به گونه مسلکیش یاد بگیرن، از مستفید شون، به این خاطر کلپ ساختیم. چطور از باز اسب مشتری نیست؟ تال را کسایی که میان بسیار جالب است، چون این عمل سنت است، در سنت حکمت های زیاد است. بله. عزت و آبرو هر چیز از جانب خداست. خود در این هر کسی که میان، ما اگر چه تال 40% یا 30% کارهای ما پیش رفته دیگاهش باقی مانده، باز هم میان تشکری میکنن که شما تو یک جای ساختین و تشویق میکنن. بسیار روحی هم میده، مورال هم میده و باعث میشه که آدم انرژی مثبت بگیره. بیان که ما خواستم صحبت کنه بریم. بفرمایید. اسب سواری خودش از او را بریم. اسب سواری خودش یعنی یک چیز است. خب یک ورزش هم هست. ما داریم بخش اسب سواری کار میکنن. و ایره که یادم نداشته باشی امی بالا شدن به سر اسب هم یک مهارت میخوای، یعنی چی بسایی که حرکت کنه و بره تو را داشته باشی در اختیارت. حقیقت باید یعنی یاد بگیریش. آها. یک تعداد بودن که یاد نداشتن. این خوب است که شما لطف کردین همچو جایی را ساختین که همون مشکل از نوال شوه. اصلا فرموده شما از سواری کار آسان نیست. بله. از بهترین سپورت هاست. یکانه سپورت که انسان خسته بدنی نمیشه. بله. و خون در تمام رگاش جریان پیدا میکنه و از سواری است. بله. که انسان میتونه متداوم نیم ساعت الا یک ساعت هم از سواری کنه. بله. و بالا شدن و پایان شدن و کنترل و به حساب ترنینگ است. ما از خود ترنرها داریم. خوب. قوانین و مقررات داریم. خوب. هیچ کس اجازه نداره بدون استفاده از وسایل محافظت شخصی اسب سواری کنم. موزه باید پای کنم، دستکش بپوشن، به خاطر از اینکه خدا نخواسته کس اگر اوگار شود یک سپورت باز از او دلشکسته میشه، از او باز دلش میزنه. یک نفر در چه وقت میتونه اسب سواری را یاد بگیره؟ نظر به استعداد هر کس فرق میکنه، اما اینجا معمولا ما کسایی را که به حساب کارت گرفتن و آموزش اسب سواری را مسلکی شروع کردن، از 4 الی 5 جلسه، نهایتا 6 جلسه خودشان قادر بودن که اسب کنترل کنن، اسب گفته چه سر اسب سواری کنن. خوب است. این کلاپ اسب سواری همیشه وقت باز است؟ همیشه وقت باز است. آل سیستم بس روزای جمعه؟ نه، اصلا روزای جمعه باید اینجا باشه، به خاطر از اینکه روزای جمعه مردم زیاد به تفریح و چکر میان. بله. و روزای جمعه خو از بعد از شام، چون سیستم لایتنینگ ما هنوز فعال جور نشده، فعال نیست، از اون خاطر بعد از شام نمیشه که اسب سواری کنیم. نسا را که میبینید، نسای رنویست، از او یک قسمت داخل میشن، رفت آمد است در نظر گرفته شده. معمولا به خاطر مسائل سکیوریتی در وقتی که یک نفرم در سر اسب باشه، بله، یا باید یک کسی جلو اسب شه گرفته باشه، یا هم 3-4 نفر در رنوی در قسمت های مختلف، به خاطر که اسب حیوان است، ایتو نشه که مثلا سرور داره یا شوخی کنه، کس کنترلش نتونه. این بخش محافظتیش بسیار مد نظر گرفته شده. بسیار خوب است. خوب است. ما بازم صحبت های می داشته باشیم درباره کلپ اسب سواری که فعلا هستیم. شما یکشان تصویر بیننده باشین. آقای امیری، اینجا را قسمه که شما هم گفتین رن است، همین جایی که اسپا دیگه میرن در اینجا. بله. یک موضوع دیگه، اسب که اسب ببینه اتو میگن که رقم تامیانه بگویم، میگن مست میشه، من ایفام چی میشه، اتو گرفتنش یک ذره مشکل میباشه، یک گپ راست است؟ تا یک حد بله، بخاطر از خصوصا اسپا وقتی که نابلد باشن. از پای نو که مواجه میشن یکی با دیگه، باز در اونم وقت است که حمله میکنن یا دان مندازن. خوی از پای که در یک جای بسته شون چند روز را تیر کنن، باز مشکلشان حل میشه. امیر صاحب، حدود چند تا اسب شما دارین؟
فعلا ده دانه اسب داریم. ده دانه اسب. تمامش اسبایی هستن که دیگه سرش کار میشه. کلش اسبایی هستن که در انوی از پیشون استفاده میشه. سه کاتگوری دارن بی بی ای پی بی ای پی و عادی. و یک اسبای کوچک بر تفلای خرد که است. تفلای خرد هم میتونن که اسب سواری کنن؟ باید از سن خرد معمولا اگر از سن 7 سالگی و 8 سالگی اسب سواری یاد گرفته شوه بزو بسیار داینده بسیار اسب سوار ماهر میشن. ماهر میشن بله. اسب سواری خودش یک شوق می باشه، یک تعداد شوق می داشته باشن بر اسب سواری. به خاطر از این نمیگم که من شوق خوش دارم، اما شاید بسیار جای دیگه هم بشنوین اسب سواری خودش یک شوق شاهانه است. شاهانه است بله. هر کس خوش داره که اسب یاد داشته باشه. این سای رنوی را که میبینین تقریبا 10 سانتی ریگ انداخته شده. خب به خاطر از این است که این صاحب چون زمین زراعتی بود و یک و دوم وقتی که بهار هم شوه ساعه که ریگ باشه باز مشکل نمی داشته و که انسان هستی از اسب بفته یا در غیر از او اگر زمین سخت باشه باز ممکن که اوگار شوه. امیر صاحب چقدر باید پول پرداخت کنه یک نفر پول بده که او یاد بگیره اسب سواری را؟ به نظر ما اینطور است، اسب سواری چیزی نیست که آدم یاد بگیره باز باید از او استفاده نکنه. بله. معمولا کسایی که ما کارت میگیرن خب کارتشون نظر به نویت اسب فرق میکنه. خب و یک کارت عادی را که 20 جلسه داره هر جلسهش 25 دقیقه باشه خب او کارت قیمت 4000 افغانیست که تخفیف تمام چیزا برش در نظر گرفته شده و بسیار یک یعنی همی 20 دوره که نیستن به 4000 افغانی 20 روزه که یا میان اسب سواری میکنن 4000 باید 4000 و دستپای وی ای پی اگر باشه یا باید 8000 کارت که تخفیفش در نظر گرفته شده باشه. بسیار عالی است. و اسب بی بی آی پی ما و اسب ما که گفته چیز بسیار چیه اسب اسی مشکل چشم نکنمش ماشاءالله خوب است. پس گفتین لباس باید بپوشن، این لباس ها امینا است این بیادر ما پوشیده؟ بله بله موزه باید با پایشان باشه به خاطر که پایشان رکاب اوگار نکنه. خب و دستکش باشه قیزه دستشان اوگار نکنه. دیگه پتلون جبری نیست و کلاه و چیزا رو هم تال دیزاین نشده برش همه باید باشن به خاطر که اگر کدام حادثه میشه خدا نخواسته کس چیز نشه. این اسب نام خودش چی است؟ پس بسیار یک ذات خاص داره و بسیار هنوز سن 6 سال است. قزاقستانی است. قرغیزستانی است یا قزاقستانی؟ چند سال شاید عمر داشته باشی؟ 8 سال. 8 سال است. خب در جان جور است نه؟ توقعی است که یک 10 سانتی دیگه می کلانتر شد. بلند شد؟ بله. آلیس. امیر صاحب خودتون هم خوب دیگه بلد هستین اسب سواری و ای؟ یه تا مو اندازه که نه دیگه کس نمیگه نه زیاد خود تو چی نمیکنن؟ اسب سواری مسلک است که شاخر نداره. امیر صاحب بهترین اسب شما کدام اسب است؟ فعلا ابری بهترین اسب ماست. نامزی ابریس؟ ابریست. ابری. باز اونو اسب ما که است او طرق است و این اسب ما که است دیام یک ذات بسیار خاص است. خب بسیار یک اسب خاص است. ماشاءالله امیر صاحب می اسبا را که میبینم بلند بلند است. قد بلند قد بلند است اسبا. با چیز با زین و چیزا قدایشان 1.80 سانتی میشه. این از قد ما که بلندتر بلندتر است اینا ما میبینیم. خب امیر صاحب یک موضوع دیگر برام بگوین. از اینجا بدون از اینکه برای اسب سواری استفاده میکنن از این کلب برای ما پیشتر گفتیم که برای تفریح هم از جای استفاده میتونن؟ اصلا در افغانستان خصوصا در کابل ما جای تفریح بسیار کم داریم. کم داریم بله. دیگه ما کوشش میکنیم که کلب خود به گونه بسازیم که مردم بیان هم تشویش و فشار روزگار از یاد ببرن، هم سپورت کنن و هم اسب سواری کنن، هم از بعض چیزهای طبیعی که ما اینجا در نظر گرفتیم. درست. یک رستوران تندوری در نظر گرفتیم که هم یک چیز نو است افغانستان. خب دیگه خوش داریم که مردم بیان اینجا با پول بسیار کم غذای با کیفیت طبیعی را نوش جان کنن و بعد از رفتن اگر خودشان بدان تشکری نکنن دلشان تشکری هم میکنن. گفتین میخواین اینجا رستوران هم جور کنین؟ رستوران تندوری تمام چیز است. چای گرفته که در تندور باید دم شوه، نان در تندور باشه، تمام چیزا باید در تندور باشه، کل چیزش دیگه غذا هم خود بود. خب. مثلا قروتی بسیار طبیعی و بسیار خوب با روغن زرد خود بود، اما ما 80% غذای ما غذای تندوری، مرغ اگر باشه، بودنه باشه، هر چیزی که باشه، ماهی باشه، کلش در تندور باید. یعنی طرف سعی کنی که اسب سواری میکنن اونجا دیگه غذای آماده باشه و شاید اینجا شما بسیار تغییرات دیگه هم بیارین. باید سرسبز شوه، گل و گلکاری شوه، سایه پارک بازی اطفال جور شوه. خب. سایه رنوی بر اسبای خرد جور شوه. آلیست. دیگه این چیزاست که باید در نظر گرفته شده. ما اینجا را میبینم فضای از اینجا بسیار کلان است، مثلا گنجایش داره که بعض چیزهای شما اینجا بسازین؟
فعلا خوب درست است، خوب است، اما کافی نیست. یعنی میگین کم است، هنوز بخورد از جای قسمت پشت سر یک سه جریب زمین دگام است. کوشش ما روان است بتانیم او را اگر شباب دخیل بسازیم، شامل بسازیم. اگر او شباب باز شاید سایش بزرگتر شد و رنویران باز شاید مسیر شد تغییر بتیم. فعلا اقدر گنجایشش خوب است، اما اقدره که بدل ما باید باشه هنوز نیست. در عموم امیر سه برمو بگوین پلانای آینده بخیر چی است؟ پلانای آینده است که نمی از تصوری را باید ما مسلکی بسازیم. بعد از کامیاب شدن از این کلاب ما مطمئن هستم ده ها کلاب دیگر جور خواهد شد و ما توقع و امید ما است که عمل مثبت است، در صدقه جاریش، در ثواب شریک باشیم. دوم اینمی که 20 نفر اینجا کار کنن و از اینجا 20 فامیل بهره ببره مستفید شون. این کلان گپ است برای ما، یک محیط سالم باشه، خود آدم، دوستای آدم و هموطنای ما اگر بیان اینجا از یک محیط سالم مستفید شون، بسیار کلان گپ است. امیر صاحب یک قسمت پشت سر ما دیدیم اونجا یک جال گرفته بوده، اینو بچی به درد میخوره. قسمت پارک پرنداست یا یک چیز نوار است، یک سایه 400 متر مربع در نظر گرفته شده. پرندای خرد و کلان در اونجا به گونه نیمه آزاد گذاشته میشن. حال فعلا پرندای خرد شده و قسمت های که پلاستیک گرفته شده اونجا هستن. گروپ های حرارتی بر چالان است به خاطر از اینکه هوا سرد است، تلف میشن. دیگه بهار که بیان بخیر باز در داخل از او هم یک چند تا درخت پلان است. در پالویش تخت های بر نشستن است، فامیلی یا گروپ های مردم که میان 5-10 نفر اونجا بشینن، پرندان رو ببینن و از صدای از او مستفید شوند. بسیار خوب. یعنی در قسمت دیکورش بسیار تغییرات میارین؟ تال را بر نظر شخصی خودم 30% یا 40% پروگرام ما تطبیق شده، 60% دیگهش باقی مانده. که انشاءالله بخیر ما سال آینده در اواخر سال آینده که ببینیم نخواد اینجا را بشناسیم دیگه. اگر خواسته خدا بود، توکل به خدا، انشاءالله دو ماه بعد که بیاین اینجا را بیخی دیگه چیز خواهد دیگه چیز خواهد دیدیم. انشاءالله بخیر، خداوند بر شما برکت بده. انشاءالله که از این بیشتر پیشرفت کنین. من این کلپ اسب سواری را چی بفهم، شاید جای دیگه باشه، من معلومات ندارم، ولی من اولین بار است دیدم. دفعه اول است که در افغانستان. یعنی نبوده هیچ؟ نه، هنوز کار ما در المپیک هم جریان است. توقعی است که دفعه آینده بخیر اولین به حساب اجازه نامه یا جواز کلپ اسب سواری را برای اولین بار در افغانستان برای کلاب اسب سواری کابل داده شد. انشالله بخیر باز کرده، شیرنیش بخیر دیگه میرسه. هزار دفعه چون چرا گپ کلان میباشه و ای هم انشالله در ماه حمل، اواخر حمل یک پروگرام افتتاحیه داریم. درست. تمام فدراسیون های المپیک و تربیت بدنی و تمام کسایی که شوقی اسب سواری هستن و خود بودن انشالله باز به گونه رسمی افتتاح شد. انشالله بخیر، بیشتر و بیشتر از این پیشرفت کنین. لطف کردین امیری صاحب، بسیار تشکر که بر ما وقت دادین، بر ما معلومات دادین که ما هموطنای ما را آگاه ساختیم از این مسئله که اینجا یک کلاب ساخته شده. بیاین دیگه کسایی که شوقش دارین، شوق اسب سواری را دارین، مشکل تا حل شد شما میتونید اینجا یاد بگیرین. انشالله شما زنده باشین. بخیر باشین. گفتنی دیگه اگر باشه امیری صاحب؟ فقط گفتنی ما داخل نمیست که هیچ وقت ناامید نشیم و هیچ وقتی را نگویم که کار نیست. اگر ما ایتر بگویم که کار نیست، باز واقعا که ما در تاریکی هستیم. اگر ما بگویم که کار بر علاوه که هست، باید برای هر کدام ما مسئولیت از را داشته باشیم که بر چندین نفر دیگه هم زمینه کار مساعد بسازیم. در صورت فکر میکنم این کار ناممکن هم نیست، ممکن میشه. بله. و ما شما هم به روحی مثبت و به انرژی مثبت همین وطن ماست، باید را ما بسازیم. بسیار زیاد تشکر از شما میرسید. شما سلامت باشید. تشکر. هموطنان عزیزی هم بود کلاب اسب سواری کابل. جای افتخار است که هنوز هم هموطنان ما امید بسیار زیاد دارن، آغاز میکنن کار را. خواستیم یک برنامه داشته باشیم، آگاه بسازیم شما هموطنان عزیزی که اینجا یک کلاب اسب سواری کار را شروع کرده. به امید پیشرفت های هرچی بیشترشان. نظریاتتان را بر ما بفرستین. لایک و سابسکرایب هم فراموشتان نشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.